سلام، چطوریم؟ خوبیم؟ آقا خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل یوتیوب من. 100% انتظار نداشتید که خوبه. نمیدونم خوب باشه. 100% انتظار نداشتید که من الان توی این موقعیت ببینید و خب معمولا این چند وقته آخرین ویدیویی که گذاشتم اصلا نمیدونم کی بوده، ولی خب خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل یوتیوب من. من حسین هستم، خیلی خوش اومدید به ویدیو. چرا گفتم خیلی خوش اومدید؟ داخل این ویدیو قرار راجع به سری موضوعات صحبت کنم و خب قرار که یه موضوع همراه من باشید و یه ذره عوض شده دیگه. شاید می‌بینی من تصمیم جدیدی برای چنل یوتیوبم گرفتم. ما الان یه تقریبا دمه به درآمدزایی رسیدن چنل یوتیوبم. من بالای 140 تا ویدیوی آموزشی براتون گذاشتم و قرار که یه کوچولو روند چنل عوض بشه. هم قرار امروز همراه من باشید، هم قرار راجع به استراتژی مختلف باهاتون حرف بزنم. بیاید بریم کاری دارم. ویدیو گرفتم با دوربین واقعا سخته، چون من الان دارم با اینجا صحبت میکنم ولی خودم میتونم اون تو ببینم و خیلی سخته اینا رو که بخوایم نمایان کنیم. حالا بذار بهتون میگم میخوام چیکار کنم. من یه چند تا مشکل برای گرفتن اینجور ولگا تو خونه مخصوصا دارم. یکی از بزرگترین مشکلی که من توی خونه دارم برای گرفتن ولگا اینطوری اینه که خونمون آکوین همیشه اینجوریه. خب چون که چرا بین من و امین و علی اینجا زندگی میکنیم، یعنی یه طبقه جدا زندگی میکنیم، من آکوین همیشه اینجا به هم ریخته است. یعنی نمیدونی سنم میکنم یه ها بذار زوم کنم که اونی تو خونمون اینجوریه و وضعیت خونمون معمولا این شکلیه و اتاق خودم میخوام بهتون نشون بدم. اتاق من خدای معمولا مرتبه ها، مثلا یه اتاق پسرونه است دیگه، چه توقعی ازم دارید؟ یه اتاق پسرونه است و خب من همیشه سعی میکنم که واه ستاپ بسید. من معمولا سعی میکنم که اتاق خودم همیشه جنبره باشه، چون که خیلی موقعیت ها پیش میاد که استوری بگیرم و این چیزا، ولی خب این طرف همیشه به هم ریخته است. یعنی اینجا طرفی که امینالی الان امروز امینالی نیستن، ولی خب همیشه خونهمون اینطوریه که اینجوری به هم ریخته است. برای همین خیلی موقعی که میخوام تو خونه ولگ بگیرم این مشکل رو دارم. اما میخوام که این کمالگری رو بذارم کنار و بهتون بگم، یعنی قرار از اینجا به بعد چنل یه ذره روندم عوض بشه و قرار بیشتر من تو خونه و در حالت ولگ گرفتم ببینید، حالا چه تو خونه چه بیرون، کامل براتون توضیح میدم. اما باید عادت کنید به اینستا که اینجا یه خونه اینطوریه و همیشه به هم ریخته. اما الان بیاید با هم یه جمع اونا خیلی اینجوری که کار خاصی نکردی اینا هنوز همینجوری، ولی بهتر از قبلش شدی. حالا بیاید بریم اون طرف. یکی از چیزایی که من باش خیلی مشکل دارم اینه که الان احتمالا صدای منو خیلی خوب نمیشنوید. چرا؟ به خاطر اینکه میکروفونی که من باش ویدیوهای یوتیوب اصلی مو ضبط میکنم و ویدیوهایی که قبلا ضبط میکردم یه میکروفون استودیوییه و کاملا برای کارهای حرفه‌ای که تو فقط پشت میکروفون باشی خوبه و برای ویدیوهای اینطوری که من قراره حرف بزنم و حرکت بکنم اینا اصلا مناسب نیست و اصلا نمیشه باهاش کار کرد و الان احتمالاً صدای من یه جور براتون مشکل داره دیگه. بزرگی خودتون ببخشید. میخواستم یه کمالگرایی بذارم کنار، امیدوارم که نتیجهش خیلی بد نشده باشه. حداقل یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون بگم اینه که خب لنزی هم که الان دارم باهاش ویدیو میگیرم یه لنز 18-55 خیلی معمولیه و خب احتمالاً کیفیتش ویدیوهای قبلیم خیلی کمتره، ولی خب بازم سر کردم حتی تو این موردم کمالگرایی بذارم کنار. یه چاره دیگه نداشتیم. چیزی که وجود داره اینه که مهمه که شروع کنم. یعنی من آدمی ام که تا شروع نکنم، اگه بخوام هی برخوام برمیشم آره فلان کارو کنم، این کارو کنم، اون کارو کنم، هیچ وقت شروع نمیکنم و این شروع هی به تعویق میفته. یکی از بزرگترین مشکلات کل زندگیمه. یعنی من تو همه چیزی مشکل دارم و برای اینکه این مشکل رو حل کنم سعی کردم که با کمترین امکان، یعنی لنزی که الان دارید می‌بینید لنز رفیقم احمده و لنز خودم اصلا 50 اگه مثلا 50 شروع کنم که اصلا امکان نداره، چون با اون فوکال واقعا گرفتن ویدیو نشدنیه. و سعی کردم با همین شرایطی که دارم شروع کنم. اول تصمیم داشتم که با گوش
گوشیم ویدیو رو بگیرم، ولی با گوشی ویدیو گرفتن یه سری مشکلات داره برای من. یکیش اینه که گوشیم قدیمی شده، یکم دوربینش ضعیفه، و جدا از اون موضوع اینه که هی حجمش پر میشه. و خب طبیعتاً با دوربین کیفیت و کوالیتی بهتر و بالاتری داره، و سعی کردم که حداقل از این بابت کوالیتی کارم ببرم بالا. اما در کل اینو خواستم بگم که روند ویدیوها قراره یه کوچولو عوض بشه، و سعی میکنم برای اینکه حالا یه سری ضعفایی که الان توی ویدیو گرفتن داریم و جبران کنم، از یه سری المان‌های جدیدی توی ولاگ گرفتن استفاده کنم. و حالا بیاید بتونستم بگم داستان ولاگا چیه. بچه‌ای که از قدیم منو میشناسن، منو دنبال میکنن، میدونن که من الان تقریبا از که 2 ساله که دارم پشت سر هم ویدیوهای آموزشی، 2 سال نه کمتر، 1 سال و نه یه داره میشه 2 سال، آره درست میام، فکر کنم تقریبا از که 2 ساله یا 1 سال خورده‌ایه، نمیدونم، حدودی 1 سال خورده‌ای که دارم این کارو میکنم و دارم تولید محتوا میکنم توی یوتیوب برای موضوع عکاسی. و خب یه موضوعی مثل موضوع عکاسی موضوعی که ویو زیادی نداره، اما من باز هم با همین حالت شروع کردم و ویدیو ساختم و و و با کلی از مشکلات که داشت ادامه دادم، رسوندم چنل رو به اینجایی که ما الان 1880 تا سابسکرایبر داریم. برای یه چنل عکاسی واقعا به نظر من خیلی خوبه، و خودم از این بابت از خودم کاملا راضی ام و به نظرم عملکرد خوبی داشتم. اما موردی که اینجا وجود داره اینه که الان من به جایی رسیدم که توی موضوعی توی موضوعی که میخوام براتون آموزش بسازم واقعا دیگه چیزی نمونده. یعنی من همه چیزو بهتون توضیح دادم، همه موضوعاتو واقعا توضیح دادم، و فکر نمی‌کنم دیگه چیز خاصی مونده باشه. نهایتاً دوربین‌هایی که جدید میاد و معرفی کنم، یا یه موضوعی اگه به ذهنم رسید صحبت کنم، پادکستی که ما مهدی می‌سازیم، اینا رو همه رو می‌خوام حدودی داشته باشم. اما یه سبک جدیدی رو می‌خوام شروع کنم، دقیقاً همین سبکی که الان دارید می‌بینید. اوکی، شاید الان بخاطر اینکه اصلا این سبک جدید چی هستش، خب ما یه قراره چیکار بکنیم. سبک جدیدمون اینطوریه که من در طول روز یه سری ولاگ میگیرم، سر پروژه‌ای که میرم یه سری ولاگ میگیرم، هر کاری که در طول روز بکنم. الان من مثلا باشگاه میرم، تدوین میکنم، ویدیو ادیت میکنم، عکس ادیت میکنم، برای خودم ویدیوهای یوتیوب میگیرم، هر کاری که شما بگید من در طول روز انجام میدم. میخوام سعی کنم بهتون نشون بدم و شما رو با خودم همراه کنم. شاید میگم بعضی وقتا خیلی کار خاصی تو طول روز نکنم، اما سعی میکنم مثلا چند روز پشت سر هم بذارم که اینا ویدیوش که در کنارم قرار میگیره، یه ویدیو باشه که هم جذاب باشه، هم دو تا نکته یاد بگیرید. حالا اون دو تا نکته که یاد میگیرید میتونه خیلی چیز مختلف باشه. مثلا یه روز من رفتم سر پروژه، اون پروژه یه نکته ای داره که میتونه بهتون تو ادامه مسیرتون کمک بکنه. یا من مثلا تو خونه هم دارم ویدیو ادیت میکنم، یه نکته از تو اون ویدیو ادیت کردن بهتون میگم. یا مثلا یه چیزی که قرار حتما انجام بشه اینه که مثلا میگم من یه روز شروع میکنم ویدیو گرفتن، میگم خب بچه‌ها امروز میخوایم راجع به لنز مثلا پرایم و فیکس صحبت کنیم، این لنز 50 خودم. و توی اون طول روز مثلا هر جایی که میرم غذا درست کنم، چه میرم ورزش میکنم، توی طول روز هر جایی که میرم سعی میکنم هر جا یه نکته از اون موضوع بگم، روزم هم بهتون نشونم. این یعنی هم شما یه ولاگ میبینید که سرگرم میشید، همین که چند تا نکته آموزشی یاد میگیرید. فکر کنم این خیلی نکته خوبی باشه. آره، خلاصه کلیت ماجرا یه همچین چیزی و قرار همچین اتفاقی بیفته توی چنل، و میخوام از اینجا بعد چنل، یعنی ما الان تقریبا میتونم بگم 90% مسیر رو رفتیم، و دیگه از اینجا بعد چنل من میتونم یه کوچولو به دست خودم بگیرم و اون محتوایی که دوست دارم بذارم. کلا من محتوای بلاگ گذاشتن خیلی شرسم. اگر چنل منو داداشم رو دنبال کرده باشید که اسمشن دقیقاً همین منو داداشم، یه کوچولو اسکرول کنید برید پایین چنلم، هستش لینک چنلشون، و سعی کردیم تو اون چنل دقیقاً همین کارو کنیم، همون چیزایی که خودمون دوست داریم انجام بدیم، میگیم، میخندیم، ولاگ میگیریم، دور هم خوش میگذریم. اما اینجا هم تقریبا همونه ها، یعنی من و احمد و کسرا و بقیه رفیقام که با هم دیگه کار میکنیم قرار همین کارو تقریبا انجام بدیم، اما یه کوچولو بیشتر متمرکزیم روی این حالت که آموزش هم باشه، موضوعات جدی‌تر رو صحبت کنیم، و سعی کنیم که شما رو تو زندگیمون که همراه میکنیم 4 تا چیز از زندگیمون یاد بگیم. ما جایگاه آنچنانی تو زندگیمون نریم، اما به عنوان نوجوانهایی و یا جوانهایی که دارن برای زندگیشون تلاش میکنن، دارم سعی میکنم که یه چیزی بهتون اضافه بشه و سعی کنم که یه کمکی هم بهتون کرده باشم. ولی کوچیکی همتونم، چیز خاصی هم نیستم، ولی خب شاید تونستم به 4 نفر کمک کنم، 2 نفر انگیزه گرفتم، همین برای من کافیه. کنم برای ولاگ امروز بس باشه. امروز قرار نبود خیلی حرف بزنم روی چیز مختلف، قرار بود صرفا بتونیم که قرار از اینجا بعد چه اتفاقی بیفته و همین دیگه، و فکر نمی‌کنم که دیگه باقی مونده باشه. اما یه نکته هست که میخوام بهتون داخل ویدیو بگم، و تنها نکته‌ای که از این ویدیو مونده و آموزشی. همونطور که اول ویدیو بهتون قول دادم، قراره که هر کدوم از ویدیوامو حداقل یه دونه نکته آموزشی ریز هم که شده داشته باشه. نکته‌ای که قرار داخل این ویدیو بهتون بگم و سعی کردم تو طول ویدیو بهتون بگم،
شاید نیاز بشه یه بار دیگه ویدیو رو از اول نگاه کنید. اینو که سعی کردم کادر بندی های مختلف و با لول های مختلفتون میگم. وقتی شما داخل عکاسی و فیلم برداری میخوای کادر بندی تو انجام بدی، صرفا یه حالتی که چشم خودت میبینه رو قرار نیست انجام بدی. میتونه خیلی وقتا مثل الان های لول باشه از بالا کادر رو بگیره، میتونه لو لول باشه از سطح پایین بگیره. این میتونه احساسات مختلفی رو برای بیننده بیاره. الان شما یه نگاه از بالا به پایین به من دارید و یه حالت اینجوری که من آدم ضعیف تری نسبت جایگاهی که شما هستی دارم و برای شما حس ضعیف بودن من و قدرتمند بودن خودت رو میده. اما تو یکی دیگه از صحنه‌ها که من از بالا به پایین داشتم نگاه میکردم و خودم یه زاویه بیشتری رو گرفته بودم، به شما حس اینه که من آدم خیلی قدرتمندتری نسبت به جایگاهی که شما دارید هستم و این میتونه کاملا احساسات رو متفاوت کنه. خیلی موقع هم هست برای گرفتن یه ویدیو معمولی، باز هم تو طول ویدیو داشتیم اینو آی لول فیلم برداری میکنم، از یک سطحی که خودمون داریم میبینیم ویدیو رو میگیره و این باعث میشه که احساسات خاصی ایجاد نشه و همون حس معمولی که شما دیدن یک نفر یا یک چیزی دارید رو تو بیننده بتونید القا کنید. با کادربندی های مختلف و جایگیری شاید اونجای اتاقم به هم ریخته است، حالا تو مزرعه میخوام. با کادربندی های مختلف و با جایگذاری درست المان ها داخل ویدیوهاتون و عکساتون میتونید حس و حال کاملا متفاوت بدید. الان احساسی که دارید میگیرید اینه که من اینجام، این پایینم و از شما جایگاه پایین تری دارم و واقعا هم همینطوری و خاک پای همتونم. خیلی ستون دارم، خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا ویدیو و تا اینجا روند چنل همراه من بودید. امیدوارم که از اینجا بعد ویدیو هم دوستشون داشته باشید. سعی میکنم که محتوای جذاب براتون تولید کنم. خیلی ستون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر از محتوای چنل خوشم میاد حتما چنل من سابسکرایب کنید. این ویدیو رو هم یه لایک بزنید، اگر دوست داشتید کامنت هم بذارید. نظراتتون برای من خیلی مهمه. خیلی ستون دارم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون و خیلی مخلصم.